سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده کشورهای اسلامی را به پایان دادن به بحران کودکان سوریه و یمن دعوت کرد این سازمان با صدور بیانیه رسمی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیه رسید از درد و ناراحتی عمیق خود به خاطر وضعیتی که کودکان یمن و سوریه در آن به سر میبرند خبر داد و در ادامه افزود متاسفانه در طول جنگ و درگیری سوریه و یمن دهها هزار کودک به قتل رسیده و جان خودشان را از دست دادند. سازمان مسلمان آزاده از کشورهای اسلامی درخواست می کند برای پایان یافتن این وضعیت وارد عمل شوند و از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند تا جلوی ادامه این بحران دردناک را بگیرند. این بیانیه در ادامه حضور برخی گروه های تروریستی در این دو کشور را عامل ادامه جنگ و ریخته شدن خون کودکان در این کشورها می داند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده همچنین در بیانیه خود به گزارش های اخیر صادر شده توسط سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اشاره کرده و نوشت بر اساس گزارش اخیر یونیسف در طی 8 سال جنگی علیه یمن 11 هزار کودک یمنی کشته و زخمی شدند این یعنی به طور میانگین هر روز چهار کودک یمنی آسیب دیدند در سوریه هم دست کم 29894 کودک از اواسط 2011 تا کنون جانشان را از دست دادند که 182 تن از آنها بر اثر شکنجه جان باختند و 5162 کودک در این مدت گرفتار زندان شدند و همچنان در زندان به سر میبرند. دعوت مسلمان آزاد معتقد است که از منظر مسئولیت انسانی و اخلاقی و قانونی باید کشورهای اسلامی به طور کلی و کشورهای عربی به طور خاص وارد عمل شوند تا هرچه سریعتر جلوی این وضعیت گرفته شود و دست یاری از طریق طرحهای انسان دوستانه به خصوص به سمت کودکان در این کشورها دراز شود